سلام میکنم به شما بینندگان گرامی. شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو به شما تقدیم میکنم. امیدوارم حال همگی خوب باشه، آماده دیدن برنامه هفته ما باشید. موضوعات متنوعی هست. آغاز سال 1403 هستیم و ادامه التیماتوم ها و کارزار ها ما اخبار و مسائل اعتراضی رو دنبال میکنیم. اولین مسئله اعتراض به مسبب مزدی جنایتکاران شورای عالی کار است و جنبش برای خاص افزایش دستمزدا که یک مطالب مشخص است در اعتراض به فقر، بی‌تأمینی، گرانی‌ها، اختلاس‌ها، دزدی‌ها که ابعاد اجتماعی داره. 99%های جامعه رو در بر می‌گیره. همون شعار فقر، فساد، گرانی میریم تا سرنگونی. در رابطه با این مسببه دیدیم شکل‌های مختلف بیانیه دادن، اعتراض خودشون رو اعلام کردن، از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی رف، شورای سازماندهی کارگران ارکان سالس، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگران شکر افتابه، سندیکای کارگران شرکت واحد. بخش‌های مختلف حقیقتا در این رابطه اعتراض کردن، بیانیه دادن. جوهر این گفتمان ها اینه که ما شورای عالی کار را قبول نداریم، نمیخوایم از بالای سر ما تصمیم گیری بشه. بر روی ارقامی که حداقل مزد باید 40 میلیون 45 میلیون که رقم سبد معیشت زندگی هست و تازه این هم تغییر میکنه با رشد تورم، باید تو این سطوح، بالای این سطوح باشه. به علاوه این که همزمان با رشد تورم اگر میگی 45%، باید این تو تمام سطوح بازی افزایش پیدا کنه و مرتبا ترمیم بشه دست مزد در طول سال. اینو گفتمانایی که داری هست. در کنار این، که ما همطور گفتم میگن شورای عالی کار رو قبول نداریم و حقوقای نجومی باید برچیده بشه، اختلاس و دوزی ها باید پایان داده بشه، سرکوبگری ها باید پایان داده بشه، تجمع و اعتصاب تا اعتراض اینا حقوق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم ماست. و برای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یه نکته شو این بود که ما خاص اولمون برچیدن پیمانکارانه، ولی تا وقتی که پیمانکاران هست باید در برابر کار مساوی، دستمزد مساوی داشته باشیم. و با این گفتمان ها میبینیم که این اعتراض بخش های مختلف رو در بر میگیره. خب شورای عالی کار گفته 35%، 11 میلیون حقوق، معلومه که چندین برابر زیر خط فقر. با یک تنش گسترده کارگری در سطح جامعه در مقابل این مسبب روبرو خواهیم شد، بخصوص که برای سایر سطوح که بخش عظیمی از کارگران رو در بر میگیره و بازنشستگان رو در بر میگیره گفته شده 22% افزایش. و خب این دیگه یه اعلام جنگه. برمیداری توی عاقل و بازنشسته هر دو شامل این اعتراض هستن، جزو این حرکت و این اعتراض هستن و به این شکل داره سال 1403 به عنوان یه سال اعتراض گسترده بر سر معیشت و زندگی رقم میخوره. در همین راستا یک دو پیام داریم برای برنامه کارگران و یک دنیای بهتر. دوستی از ایران پیام داده و اعتراض خودشو به این دستمزدها اعلام میکنه، در مورد گرانی ها صحبت میکنه و در مورد اینکه باید دستمزد متناسب با تورم و تورم که طبعا خود کارگر تعیین میکنه و سبد معیشت زندگی طبعا همون چیزی که کارگر داره تو زندگی هر روزش لمس میکنه، در این مورد صحبت میکنه. ما کلیپی میبینیم از صحبت های این دوست عزیز. شورای عالی کار افزایش حداقل حقوق رو 35% اعلام کرد که این مقدار در عمل درست نیست و اگه کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات رو از حقوق کم کنیم، افزایش رو تقریبا حدود روش 30% میشه. به طوری که اگه یه نیروی مجرد جوان بخواد سال 1403 وارد بازار کار بشه، بعد از کسر بیمه از حقوقش مقدار دریافتی اون کمی بیش از 9 میلیون میشه که این با 11,980,000 تومانی که اداره کار گفته اختلاف فاحش داره. متاسفانه با این افزایش حقوق و این تورمی که تو جامعه حاکمه، اصلا با این حقوق امکان زندگی کردن وجود نداره و فقط میشه زنده موند. مقدار دستمزد یک کارگر باید طوری باشه که
این فرد بتونه برای خودش و خانواده خودش یک زندگی در حد متوسط درست کنه که این حول و حوش همون مقدار سبد معیشتی میشه. ممنون از برنامه خوبتون. در همین رابطه اظهار نظر دیگه ای داریم از یکی دیگه از دوستان کارگر بیننده این برنامه که تاکیدش بر اینه که ما شورای عالی کار قبول نداریم، چرا اصلا خط فقر اعتراف باید باشه، زندگی انسانی حق مسلم ماست و روی این موضوع به این شکل صحبت داره. طبعا روشنه که جمهوری اسلامی سعی میکنه با خط بقا، خط رفاه، انواع این خطوط اینا رو آماده کنه برای تهاجم گسترده به جامعه و روشنه که جامعه حرفش اینه که معیشت منزلت حق مسلم ماست و وقتی میگیم رفاه، خب طبعا رفاه خط نداره، محدودیت نداره، رفاه با رشد تکنولوژی و پیشرفت جامعه بشری رفاه همواره در حال رشده. به همین دلیل همین امروز وقت کارگر میگه 40 میلیون 45 میلیون، یعنی خط فقر رو قبول ندارم، گرانی رو قبول ندارم، تعرض معیشتی رو قبول ندارم، درمان رایگان حق مسلم منه، تحصیل رایگان حق مسلم منه، داشتن مسکن حق مسلم منه، زندگی انسانی حق مسلم منه، بساط تبابل قارتون رو جمع کنید. شورای عالی کار قبول ندارم، نمیخوام از بالای سر من تصمیم گیری بشه. صحبت های این دوست عزیز رو ما میشنویم. حتی نمیشود با تورم هم دست مزد کارگران را تعیین کرد، چون هر روز تورم تغییر میکند و آن چیزهایی که تعدادی به عنوان کارشناسا و مسائل میگن که 35% تا 40% دستمزد کارگران برای سال 403 بالا بره، وضعیت معیشت طبقه کارگر تغییر میکنه، به نظر من درست نیست. دستمزد کارگران باید بر مبنای خط رفاه تعیین بشه. وقتی صحبت از دستمزد طبقه کارگر میشود که بر چه مبنای تعیین میگردد، فوری یک سبد تعریف میشود به نام سبد معیشت. قبل از هر چیز باید عرض کنم سبد معیشتی توسط سرمایه‌داران برای طبقه کارگر تعیین می شود همان حداقل دستمزدی است که هر سال تعیین می شود. سرمایه‌داران دولت سرمایه در ایران با برنامه خط رفاه برای طبقه کارگر مخالفند. آنها خط فقر و حتی چند برابر زیر خط فقر را برنامه ریزی می کنند. این برنامه با وسیله ارگانی به نام شورای عالی کار تصویب و اجرایی می شود. اما شورای عالی کار چگونه تعیین می شود؟ این شورا ترکیبی است از دولت و کارفرما و نماینده کارگران. یک، دولت که خود سرمایه‌دار بزرگ است. دو، کارفرما نماینده سرمایه‌داران هستند. سه، و به اصطلاح نمایندگان کارگران که در واقع نماینده طبقه کارگر نیستند بلکه یک عده کاسلیس سرمایه‌داران هستند که توسط شورای اسلامی کار و خانه کارگر و تشکل‌های زرد دولتی که همواره در خدمت سرمایه‌داران ایران می‌باشند و توسط کارگران و یا طبقه کارگر انتخاب نشده‌اند، زیرا دولت سرمایه‌داری در ایران تشکل‌های کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد و اجازه فعالیت به کارگران نمی‌دهد تشکل‌های خود را مستقل از دولت ایجاد کنند، و اگر تشکل‌های کارگری مانند سندیکای هفتپو یا شرکت واحد که علی‌رغم فشار و سرکوب سرمایه در ایران ایجاد شده است آنچنان زیر فشار هستند که حتی نمی‌توانند مجموعه خود را برگزار کنند. بنابراین در ایران دستمزد طبقه کارگر توسط سرمایه‌داران تعیین می‌شود و آن کسانی که به نام کارگر در جلسات شورای به اصلاح عالی کار شرکت داده می‌شوند فیلم هایی بازی می کنند که گویا مصوبه شورا را امضا نکردند و یا قهر می کنند جلسه را ترک می کنند، اما هیچ فراخوانی و یا گزارشی به طبقه کارگر نمی دهند و آخر سر هم به توجیه کردن خود می پردازند. ما کارگران شورای عالی کار را قبول نداریم و سرمایه حق ندارد دستمزد کارگران را تعیین کند. کارگران مستحق حداقل ها نیستند. طبقه کارگر باید بالای خط رفاه اجتماعی زندگی کند و هر سال خط رفاه توسط نمایندگان کارگران باید تعیین شود. سال 403 سال اعتراض وسیع در خیابان ها و محل کار و زندگی خواهیم بود. خیابان ها مال ماست. پیش به سوی ایجاد شوراهای کارگری، پیش به سوی ایجاد تشکل های آزاد کارگری. با تشکر.
همونطور که اشاره کردم بخش های مختلف جامعه در اعتراض هستند و خیلی از این اعتراضات اولتیماتوم هاش از قبل داده شده، سابقه داره. از جمله کارگران نفت، اعتراضات کارگران رسمی نفت در این شروع سال 1403 از سر گرفته شد. در این هفته ما شاهد تجمعات متعدد بودیم، از جمله روز 14 فروردین کارگران رسمی عملیاتی در شرکت ملی حفاری ایران در اعتراض به تعیین سقف حقوق که تعرضی به سطح حقوقاشون و دستمزدشون هستش و برای پیگیری مطالباتشون تجمع داشتن، و تو همین روز با همین موضوع کارگران رسمی در نفت مرکزی با سر دادن شعار ما می توانیم شبانه دست به تجمع زدن. تو روزهای دهم و پنجم هم باز ما شاهد تجمع کارگران رسمی در فولاد قاره در لاوان و خارک بودیم. اعتراض این کارگران رسمی نفت سراسری خواستاشون، سراسری حذف کامل سقف حقوق، حذف تفکیک نادرست مشاغل در مناطق عملیاتی، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، بازگرداندن کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده 10 و پرداخت موفقات اون، عدم دسترازی به صندوق بازنشستگی نفت از خواستاشون هست، همتا برکناری مقامات فاسد و نالایق. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن گزارش این خبر میگه که مسئله افزایش حقوق مسئله سراسریه، مسئله حذف پیمانکاران مسئله سراسری ما کارگران نفت، میگه موعد قراردادهای جدید داره فرا میرسه و باید خودمون رو آماده کنیم برای اون و برای پیشبرد مطالباتمون، و میگه که از مبارزات بخش های مختلف نفت حمایت میکنه، از جمله کارگران ارکان سالس که پیشتاز مبارزه با خواست حذف پیمانکاران بودن. اما بریم سراغ اعتراض دیگه، جانب کشاورزان، که تو این فاصله ما اعتراضات متعدد رو شاهد بودیم. در 16 فروردین تجمع اعتراض کشاورزان شرق اصفهان بوده که تراکتورهای خودشون رو کنار میزنن، در فلکه خراسان تجمع میکنن، و همینجور در سد آبشار ما شاهد تجمع کشاورزان بودیم که شعار میدادن با فریاد اعتراضشون علیه وضع بد معیشتی و شرایط سخت کاری، موضوع بی‌آبی، صدای اعتراضشون رو بلند کردن. در ورزنه اصفهان همینجور و اولتیماتوم دادن که اگه مسئله آب حل نشه اعتراضاتشون گسترده تر ادامه خواهند داد. کلیپی میبینیم از تجمعات کشاورزان. اصفهان، فلکه خراسان. امروز 11/1403 درست زاینده رو برای کشاورزان شرق و غرب باز کردن، ولی اینجا آخری زاینده رو برای کشاورزان شرق اصفهان برزنه هیچ آبی نیومدن. مردم اعتراض خودشون با گذاشتن تراکتور رو نشون میدن. اما دو دوست دیگه کارگر ما، مهدی و آرمان، اظهار نظر کردن، در تاکید دارم بر اتحاد شاغل بازنشسته. دوست عزیزمون مهدی میگه به نظر شما یا زمان آن نرسیده که نیروهایمان را یکی کنیم، به این فریبکاری یا پایان دهیم؟ نکته اصلی همین مسئله متحد شدن است که آرزوی همه بازنشستگان است. و بعد میگه ما بازنشستگان فقط کف خیابان را داریم و اینجا ضرورت اتحاد با شاغلین صد چندان میشود. و در متحد شدن پشتیبانی مراکز بزرگ تولیدی مثل پالایشگاه ها، فولادسازی ها، هفت‌تپه، خودروسازی ها و غیره تاکید کرده که گفته اینا میتونه توازن قوا رو به نفع کل این جنبش تغییر بده و گوش های کر مفخران رو مجبور بشنیدن حرف ها و خواستهایمون و تن دادن به حقوقمون بکنه. بعد هم میگه با آرزوی رسیدن به یک پارچگی و اتحاد دست و فبومان برای رسیدن به معیشت، منزلت و کرامت انسانی. و دوست دیگه مون آرمان هم رو همین تاکید میکنه و میگه تو این زمینه تلاش بیشتری باید بشه و این حیاتی هستش. دقیقا نکات بسیار درستی رو این دوستان اشاره کردن. سال
1402 سال فریاد شعار شاغر بازنشسته اتحاد اتحاد بود. این شعاری بود که در بنرهای بازنشستگان نقش بست، در به خصوص در اهواز، در کرمانشاه و همین جور در شعارها فریاد زده شد. کارگران شاغل کنار کارگران قراردادی ایستادن و گفتن شاغل بازنشسته اتحاد اتحاد، و کارگران شاغل کنار بازنشستگان ایستادن در اعتراض به دزدی‌های صندوق بازنشستگی، باز همین شعار رو سر دادن. در واقع زمینه‌های اصلی اون گذاشته شد. امسال میتونه سال تحقق این شعار باشه، برای اینکه همونطور که دوستان اشاره کردن بیش از پیش ضروری این مسئله. و مسئله دستمزد رو اشاره کردیم، خود حداقل دستمزد یه پایه‌ای برای سایر سطوح و برای مبنای حقوق بازنشستگان هم، و از همین رو حکومت با این سایر سطوح و بازنشسته و غیر با این شکل میخواد تو جنبش برای خاص افزایش دستمزد تفرقه ایجاد کنه، تکه تکه کنه این جنبش رو. از همین رو یک اعتراض متحد رو میطلبه. بازنشستگان حقیقتا هم ماسه آفریدن، با اعتراضات مداوم خودشون توازن قوا رو اتفاقا به نفع مبارزه در محیط‌های کار هم فراهمتر کردن، زمینه رو آماده تر کردن برای تجمع، قدرت بخشیدن به این تجمع. و کارگران شاغل هم با پیوستن به تجمعات کارگران بازنشسته میتونن نقش بسیار مهمی در قدرت گیری این مبارزات علیه فقر، بی‌تأمینی، اختلاس‌ها، سرکوب‌ها، علیه همه اینا شک بدن. از همین رو، از همین آغاز سال جاری تأکید روی این موضوع بسیار بسیار حیاتیه و ما در برنامه‌های متعدد روی این موضوع صحبت خواهیم داشت. و متشکرم از این دوستان که چنین اظهار نظر مسئولانه‌ای کردن و بر این نکته تأکید کردن. علاوه این که تشکل‌های مختلفی از بازنشستگان موجوده و شورای هماهنگی تشکل صنفی فرهنگیان که از تشکل‌های مختلف معلمان شکل گرفته، یه الگویه که میتونه در رابطه با بازنشستگان هم انجام بگیره که شورای سراسری تمام تشکل‌های این بازنشستگان یه شورای سراسری داشته باشن، نمایندگانشون تو اون جمع بشن و به این ترتیب بتونن رن به طرف تجمعات سراسری که 25 میلیون بازنشسته رو آمار میدن، همه اینا رو در بر بگیره و اون وقت ببینید که ما شاهد چه اعتراضات گسترده خواهیم بود. اجازه بدید برم سراغ خبر دیگه. روز 10 فروردین جمع بزرگ از کارگران سنگ آهن مرکزی واقع در باف در اعتراض به خطر از دست دادن کار خودشون به خاطر بورسی شدن شرکت سنگ آهن و هم تو خلف وعده های مدیریت برای پاسخگویی به کارگران در زمینه مشکلات شرکت دست به تجمع زدن. کلیپی داریم از این حرکت اعتراضی. اما بخش دیگه برنامه در رابطه با کولبران و سوخبران به جنایت های حکومت در قبال این هاست. این بخش از کارگران که کارگران بیکارن و برای اینکه زنده بمانن به این کارهای سخت و مشقت بار مجبورن تن بدن و از اون طرف هم به جای نان گلوله نصیبشون میشه از جانب حکومت. دانیال مام احمد کولبر 17 ساله اهل مریوان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به 2 حبس تعزیری و حکم غیر انسانی 74 ضرب شلاق محکوم شده است. حقیقتا مرد بر جمهوری اسلامی. این حکومت شلاق و زندان و آدم کش و کودک کش باید در سطح جهانی بایکوت بشه. بنابر گزارش از اول فروردین تا 10 فروردین سال جاری در فاصله زمانی 10 روزه 25 سوخبر جون خودشون رو از دست دادن، 18 نفر دیگرشون هم مجروح شدن که عمدتاً بر اثر تیراندازی مستقیم، تعقیب و گریز اونا توسط نیروهای نظامی صورت گرفته. باید وسیعاً از این عزیزان حمایت کنیم. همه کارگرانی که بدون درآمدن، کارگران بیکار، همه اینا باید از
مقرره ماهیانه مکفی برخوردار باشن، درمان رایگان، تحصیل رایگان داشتن، مسکن حق همه مردم. و اگر کارگر میگه دست ماست 40 میلیون 45 میلیون حداقلش باید بشه، با شامل همه اینها بشه. جمهوری اسلامی در قبال زندگی اینها مسئوله. جنایاتی که جمهوری اسلامی در قبال اینها کرده بخش قطوری از پرونده جنایتکاری های جمهوری اسلامی هستش. اما پرستاران اعتراضات گسترده در سال گذشته داشتن، بعد آغاز سال 1403 رو با پخش دیپی از صحنه های باشکوی از اعتراضاتشون رو شاهد هستیم در تلگرامی که دارن، تلگرام شورای سازماندهی اعتراضات پرستاران. این کلیپ رو میبینیم. بخش پایانی برنامه است. دو خبر است که حقیقتاً قدرت انقلاب زن زندگی آزادی رو که چنین انعکاس جهانی داشته رو به نمایش میذاره. یکی شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه مشترک تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران و همینطور تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب درباره ایران با 24 رأی موافق تصویب کرد. و این مهمه و اشارش به جنایت های جمهوری اسلامی در ادامه این انقلاب است. در گزارشی که کمیته حقیقت یاب داده بود، جنایاتی که جمهوری اسلامی در قبال انقلاب زن زندگی آزادی انجام داده بود رو مصداق جنایات علیه بشریت خوندش. و در ارائه این گزارش به جلسه شورای حقوق بشر، سارا حسین رئیس کمیته حقیقت یاب همه موارد رو که اعلام شده بود در گزارش تأکید کرد دوباره و خواستار آزادی همه بازداشت شدگان در جریان انقلاب به زن زندگی آزادی توقف اعدام ها شد و اعلام کرد که عاملان جنایت باید در قبال اعمالشان پاسخگو باشند و همه این را نقص جدی حقوق بشر تا سطح جنایت علیه بشریت خوند. همینطور گزارش دیگه سازمان عفو بین الملل داده که از اعدام 853 نفر در ایران در سال 2023 خبر میده که 481 موردش مواد مخدری هستند.
و میگه برای جلوگیری از اینها که این اعدام ها اساساً با هدف سیاسی داره صورت میگیره، برای یک اقدام فوری بین المللی تاکید کرده. در همین راستا کارزار بزرگی در حمایت از محکومین به اعدام مواد مخدری الان جریان است و الان جنبش علیه اعدام یه جنبش قدرتمند در سطح جامعه هست که ابعاد جهانی داره. باید وسیعاً به این جنبش پیوست. اخباری از دستگیری ها و احضارها و همه اینها که یک کارزار مهم ما، کارزار برای آزادی تمامی معلمان زندانی، کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بازداشت شدگان انقلاب است و همینطور علیه اعدام که فریدم ناو کمپین برای آزادی کارگران زندانی تلاش میکنه صدای این کارزار در سطح جهانی باشه. اخبار از احضار چندین معلم در خوزستان هست، اخبار از بازگرداندن عزیز قاسمزاده به زندان هستش، اخبار در مورد عدم موافقت با مرخصی حسن سعیدی و رضا شهابی برای درمان هست و اخبار از اعتصاب قضای سپیده قلیان زندانی سیاسی شجاع و محبوب مردمی است که خواستار انتقالش به زندان محل سکونتش است از اوین به اونجا. و باید از این عزیزان وسیعاً و با قدرت حمایت و پشتیبانی کنیم. با قدرت مبارزاتمون میتونیم در زندان‌ها رو باز کنیم. جمهوری اسلامی باید در سطح جهانی بایکوت، جمهوری اسلامی باید نابود بشه. وقت برنامه پایان گرفته، برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.